بسم الله الرحمن الرحیم شبی با خدا گفتگویی خود به خودی معلف استاد علی اکبر خانجانی فصل اول در وادی انتخاب همه یا هیچ صفحه پنج بسم الله الخیر یک از هر کسی که علت سرنوشت شوم و شرایط بد زندگیش را سوال کنی متوسل به انواع جبرها و ناچاریها و بدشانسیها می شود که البته نهایتا تقصیرها بر می گردد به دیگران والدین، همسر، جامعه، حکومت، دوست، معلم، فامیل، شرایط، زمانه و نهایتا خدا دو ولی اگر علت خوشبختی و موفقیت ها و شادی و کامیابی کسی را بپرسی تماما به خودش مربوط می شود و به هیچ کس و شرایط و عوامل دیگری ربطی نمی یابد نه خدا، نه خلق، نه طبیعت و نه اتفاقات بلکه خود خودش علت سعادت خیش است و لا غیر سه این یعنی چه؟ از آنجا که آدمی طبعا از شر و بدی و قحطی و ناامنی و فقر و بیماری و تنهایی و بدبختی و بحران میگریزد و به آن میلی ندارد پس این خود بدبختی است که به جبر روی به او نموده و خود را به او تحمیل کرده است و یا دیگران بدبختی را به سوی او راندند زیرا او خودش اینها را طلب نکرده است پس تقصیر خودش نیست و لذا انسان بدبخت خودش را مظلوم میداند داند. چهار و از آنجا که آدمی طبعا میل به خوشی و رفاه و عزت و پیروزی و سعادت دارد و آن را جستجو میکند پس خوشبختیش محصول تلاش و اراده خود اوست و نه دیگران. پنج این منطق مسکور روح حاکم بر کل اندیشه و قضاوت و ادراک عامه بشر است و این بدان معناست که انسان فقط اراده شخصی خودش را میزان قضاوت و فهم خود درباره سرنوشت خود میداند و نماهیت اندیشه و اعمال خود را شش آدمی در واقع بر این باور است که خواستن همان توانستن و بلکه شدن است پس اگر او بدبخت و ناکام شده است مواجه با ستمی در خارج از وجود خود شده و لذا مظلوم واقع شده است هفت هوی اکثر مردمان محک را فقط امیال و خواسته ها و نیازها و آرزوهای خود میدانند و نه راه و روش و اعمال خود هشت یعنی آمه مردم در قبال راه و روش و شیوه تفکر و اعمال خود هیچ مسئولیتی ندارند و فقط مسئول اراده و امیال خیشند و بس نو من همواره میخواستم خوشبخت و پیروز و سربلند و آزاد و بینیاز و غرق در شادی و رضایت باشم ولی معلوم نیست که چه چی چیزی مانع خوشبختی من شده است و این بدشانسی من است که اراده هم محقق نشده است. ده نجوای مسکور اساس همه فرهنگ هاست و زیربنای باور به خرافات و گرایش به ستم و تجاوز و جنون و جنایت و اداوت و جنگ با عالم و آدمیان. یازده این طرز تفکر به قایت کودکانه کل اساس پدید آورده فرهنگ و ماهیت و سرنوشت افراد و ملل است از منظر دین این همان اساس کفر است دوازده این طرز فکر دال بر یک حقیقت بزرگ نیز هست و آن اینکه آدم ذاتا در خود قدرت کن, کن را درک و آرزو میکند کند و خود را خدای گونه می داند و لذا توقع دارد هر آنچه که میخواهد واقع شود و این توقع یک زندگی بهشتی در قاموس قرآن است زیرا در قرآن اهل بهشت هر چه که اراده کنند همان می شود دین خدا انسان را مسئول افکار و باورها و نیز رفتار و اعمالش می داند. و خداوند هم انسان را به این امور معاخزه می کند و انسان را تماما مسئول نتیجه افکار و اعمالش می داند. و این قانونی اجتناب ناپذیر در دنیا و آخرت است و لذا هیچ کس نمی تواند از سرنوشتی که به واسطی افکار و اعمالش برای خود رقم زده بگریزد چهارده تمام کفر و جدال و خشم بشر این است که چرا همه امیال و ارادهش محقق نمی شود چرا شر و بدی و گرفتاری به سراغش می آید 15. در قاموس دینی پرستش آرزوهای خود اساس کفر بشر است یعنی خوشبختی پرستی همان کفر است که خود پرستی است 16. دین خدا می آموزد که انسان نباید خوشبختی را بپرستد و مرید اقبال خود باشد و بلکه باید بدبختی و نقصان و چیزهایی را هم که خوشش نمی آید بخواهد و دوست بدارد و این دین و ایمان نامیده شده است بدبختی طلبی 17 و در این حال دین می آموزد که اگر هم بشر به همه امیال خودش برسد باز هم خوشبخت و راضی نمی شود و همواره بدبختی های تازه تری در کمین است که از بطن خوشبختی سر بر می آبرد و این قانونی ذاتی و غیر قابل تغییر است و انسان باید آن را درک نموده و تصدیق کند این قانون همان معارف دینی و اخلاقی است هجده. دین می آموزد که انسان برای رسیدن به رضایت کامل بایستی از بسیاری چیزها و امیال خودش بگذرد و یا تخفیف قائل شود و محدود و مقید گردد تا خوشبخت شود نونزده و یک انسان عاقل و بالغ به تدریج این قانون را در تجربه زندگی درک می کند و آنگاه مخیر می شود تا انتخاب کند بین راه و روش دینی از زندگی یا راه و روش نفسانی و دل بخواهی. این است انتخاب سرنوشت و از این انتخاب دو نوع انسان و دو نوع سرنوشت پدید آمده است مؤمنانه و کافرانه بیست در حقیقت انسان مؤمن می آموزد که خوشیها و لذاعز و نعمات و برخورداریهایی برای ادراک محسوس و نفسانی بشر هم وجود دارد که آدمی با رسیدن به این نوع خوشیهای باطنی و پنهان می تواند به رضایت و سعادت کامل برسد ولذا معامله ای می کند یعنی از برخی از امیال خود می گذرد و برخی دیگر از امیالش را محدود می کند ولی آدم کافر از خیر آن نعمات باطنی می گذرد و به محسوسات بسنده می کند و شر آن را هم جبران قبول می کند بیست و یک یک انسان مؤمن با نعمات و برخورداری هایی همچون ایمان، عزت نفس، عبودیت، سخابت و اسمت به لذائزی پنهان و خصوصی می رسد و در عوض از برخی از لذائز محسوس و بیرونی می گذرد. ولی کافران به کل از لذائز باطنی می گذرند و به زباهر دنیا قناعت می کنند. این دو انتخاب است. 22. ولی آدمی تا از برخی چیزهای مادی نگذرد و دل نکند به لذاعز باطنی یا اخروی دست نمییابد و کافر به این امور نسیه باور ندارد و آن را خرافه و دروغ میداند و لذا مؤمنان بر اساس باوری پیشا پیش که محصول عقل و معرفت است به امور غیبی و لذاعز باطنی و سپس حیات اخروی و خداوند و بهشت به و دوزخ ایمان می آبرند و اینها تماماً از عقل است. 23. پس انتخاب دین تماماً اقلانی و معرفت است و انتخاب کفر هم انتخابی کاملا سطحی و نامعقول و کودکانه و ابلهانه است. 24. انتخاب زندگی دینی محصول کشف اقلانی و عارفانه مفاهیم و معانی و صفاتی همچون آرامش قلبی، قنای روحانی، حیات جاوید، خدای خالق، بهشت ابدی، روح اسمت، صدق، محبت، ایثار، عبودیت و امثالهم هم است که وچی از این مفاهیم به واسطی تفکر و تعقل پیشاپیش پیش درک و تصدیق می شود و درجاتی برتر هم حاصل عمل به دین است. 25. پس تو انتخاب داریم انتخابی خردمندانه و فکورانه یا انتخابی جاهلانه و کودکانه. 26. امروزه که اصر شکوفایی تکنولوژی و برخورداری ها و لزائز و رفاه نوین است که بهشت اخروی را بیهوده و پوچ می سازد، فقط به واسطه کشف و درک باطنی مفاهیمی مثل آرامش روح، جاودانگی، عشق الهی و لذاعز عرفانی است که رو کرد به دین ممکن می شود. و این است که اکثر مؤمنان قدیم امروز مایل به حفظ دین خود نیستند. زیرا بسیاری از وعده های بهشتی در آخرت را در دنیا دارا هستند. و این است که علوم و فنون و قدرت های دنیاوی در جناح ضد دین قرار گرفتند. بیست و هفت و این است که امروزه حتی حد اقل گرایش و زندگی دینی هم مستلزم مکاشفات و مفاهیم ارفانی و روحانی است و این است که امروزه ایمان و زندگی دینی روز به روز کمیابتر می شود ولی در عوض همان اندک مؤمنان هم نسبت به مؤمنان اعثار قبل بسیار خالصتر و مبهدتر و حق پرستترند و مؤمنتر. 28. این است که امروزه دین فقط دین خالص و ناب است و کمتر از این ممکن نمی آگد. و این است که تعداد مؤمنان معمولی روز به روز کمتر می شود ولی تعداد مخلصان و عارفان بیشتر می شود، هرچند که به ازای هر یک میلیون نفر مؤمن که ایمان خود را از دست می دهند، یک عارف خالص پدید می آید. 29. امروز دین فقط دین ارفانی و خدا پرستانی ناب است که به عشق دیدار با خدا روخ می نماید. 30. از آنجا که به واسطه علوم و فنون مدرن هزاران معجزه رخ داده است لذا آمی مردم به جای پرستش معجزات پیامبران به پرستش علوم و فنون روی آوردند سی و یک امروزه جز دین عارفانه و حکیمانه و عاشقانه ممکن نیست و ما بقیه انواع و درجات دین و ایمان تاریخی در حال انقراض ابدی است دو این است که جوامع بشری به دو قطب کافر مطلق و ایمان ناب و عاشقانه و عارفانه تقسیم می شود سی و سه یعنی در هر جامعه اکثریت قریب به اتفاق در سوی کفر مطلق شتابان هستند و انگشت شماری هم در سوی عرفان حق و عشق الهی رومی سپارند یعنی دیگر جایی برای شرک و نفاق و مذاهب مزبزب و خدا خرمایی نیست رومی روم و زنگی زنگ این است انتخاب انسان در عصر آخر الزمان انتخابی بین خدا و پول و هیچ مخلوط و التقاطی ممکن نیست یعنی اکثریت بشریت به سوی محارب با خدا می رود. و عده بس قلیل هم در سوی عشق با خداوند هستند سی و چهار به بیان دیگر بشریت جذب دو قطب کاملا متضاد می شود عقل عرفانی عاشقانه الهی یا جنون و مالی خوریای فزاینده تا سرحد انهدام سی و پنج عشق به خداوند و عشق به پول این است انتخاب ناب انسان آخر الزمان و هیچ انتخاب بینابینی ممکن نیست. سی و شش ایسار یا جهانخاری اخلاص مطلق یا کفر مطلق عرفان ناب یا جنون کامل محبت ناب یا شقاوت محض جنگ با خدا یا ایثار و فنای در خدا این است انتخاب انسان مدرن سی و هفت عمر تاریخی بهشت پرستی و مذاهب شرک و فلسفه ها و ایدولوژی های التقاطی و خدا به سر آمد است سی و هشت دین و ایمان آخر الزمانی فقط حاصل پرستش عاشقانه خداوند و عشق لا متناهی به حقیقت و معنویت ناب است سی و نو. انسان آخر الزمان انسان مطلق است و این است که امروزه دو نوع زندگی مطلق در حال پیدایش است رزبان الهی یا طبقه هفتم دوزخ و درک اسفل السافلین چهل ولذا در دورانی هستیم که شاهد پیدایش عاشقترین و فاسقترین انسانهاییم کافرترین و مخلصترین خودپرستترین و ایثارگرترین خداییترین و شیطانیترین مهربانترین و شقیترین عارفترین و دیوانه ترین پاکترین و ناپاکترین بهترین و بدترین چهل و یک و این است که مذاهب و مکاتب بینابینی و به اصطلاح معتدل و نسبی به سرعت به سوی ابطال و رسوایی و انهدام می روند و این خود یکی از علل شکست و فروپاشی دموکراسی های جدید است و برنامه های بلند مدت اقتصادی و سیاسی و فرهنگی نیز روز به روز ناممکنتر تر می شوند و بایستی استراتژی های ماهانه و روزانه طراحی کنند زیرا جهان هستی با سرعتی فضاینده در حال قطبی شدن است زیرا خداوند در حال ظهور است قیامت چهل و دو پس اگر کلام و معارف و منطق ما بسیار شدید و مطلقگرا به نظر میرسد بیانگر حقیقت جاری در جهان مدرن است و یک آرمان شهر نیست بلکه قیامت سراست و بیان حق و واقعیت انسان مدرن است چهل عشق محض، ایمان محض، عرفان محض، حقیقت محض و خدای محض این است تنها انتخابی که به رستگاری انسان مدرن منجر می شود و انتخابی اندک کمتر از این محکوم به ابطال و فروپاشی و خسران و ناکامی است چهل و چهار. از میان همه مفاهیم و ارزشهای دینی و معنوی و عبادی فقط و فقط عشق به لقاء الله و جهاد در این راه است که مسمر سمر و نجات بخش است و لا غیر چهل و پنج. فقط خود خود خداست که پاسخ گوست و نه اندکی کمتر از این و پرستش خود خود خدا برای خدا یعنی عشق به دیدار جمالش این است دین خالص و تنها راه دینداری و حفظ ایمان و رستگاری و تنها راه و روش حفظ حداقل ارزش‌های دینی و معنوی و این است دین واحد جهانی و مابقی حفری فزاینده و آشکار است چهل و شش. و این بدان دلیل است که در قیامت هستیم یعنی جمال حق در حال ظهور است و این است محور و علت العلل همه مسائل انسان و جوامع مدرن و حکومت و هفت عبادت و پرستش خدا برای رزق و کرامتش و فضل و برکاتش پاسخگوی حد اقل دین و ایمان هم نیست پرستش خداوند برای خداوند جهت دیدارش و عشق و عبودیت به کمتر از این دیگر ممکن نیست و به سرعت به کفر و نفاق و رسوایی و عذاب می انجامد. و این است که امروزه مؤمنان صد ساله را آشکارا کافر و ملحد می آبیم. چهل هشت بایست خداوند را برگزید با تمام وجود و تمام قوای مادی و معنوی خیش و در این انتخاب همه چیز را پیشا پیش فدا کرد و قربانی در غیر این صورت حفر اجتناب ناپذیر است و یا نفاقی بنیان برانداز و جانسوز و شق کننده دل و روح و بدن و اندیشه چهل و امروزه جز این دینی نیست و امکان بقا ندارد این است مسئله پنجاه خدا و دیگر هیچ این است تنها انتخابی که پایدار و ممکن است و غیر از این حتی انتخابی هم ممکن نیست آنکه خدا را انتخاب نکند به عنوان یک شیء بیجان انتخاب می شود و چون مهره به کار می رود فقط با این انتخاب است که می توان صاحب عقل و ایمان و اراده بود وگرنه انحلال و انهدام انسانی حتمی است